یعنی باید شهرت رو به دست می آوردم ولی شرف از دست می رفت. آره ما خرس دیدیم. وای یا حق سینگل لیدی بیانسه بود. آها شوهرش میگه که حق سینگل نه لیدی. کانیا وست یه خواننده دیگه است. جیزی باورم خوش اومدیم به قسمت جدید پادکست تیچت. تیچت پس این رو مبلیا هم تیچت. من آره دیگه خودمونی هست. ببین چه فرقی داشتون اینکه رو مبلی بود خودمونی بود. خودمونی بود دیگه. بعد اصلا موضوعمون اینجا اصلا ما خالزانکی میکنیم کم میگیریم دیگه. ما از این پادکست هایی آره خیلی هم کیف میده ولی عیبی نداره. ببین من یه موضوع پیدا کردم که هم جنایی بود هم خالزانکی شدید بود. الان هم همه راجبش میدونن. خب برای اینکه خیلی خالزانکیش بیشتر از موضوع جناییش بود تصمیم گرفتی بیاری رو موبله. تصمیم گرفتم بیارمش رو موب. اینه چند تا دوست با هم فقط بازی کنیم. بازی چیه؟ صحبت کنیم. آره میدونیم که راجب چیه. بله راجب چیزینا دیگه. بیانسه و شوهرش اینا. بیانسه و شوهرش و پی دی دی. عجب که صافت خونه یه تنین. به خدا چه گندی رو شد. اصلا مگه میشه یهو یه اتفاق انقدر گنده بیفته؟ خیلی من پشمام واقعا. ببین اگه واقعی 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 باشه خیلی عجیبه. یعنی تو میگه اثبات نشده هنوز؟ آخه به خاطر اینکه هر کدوم از خبرهایی که مثلا میاد میگن که مدرک نداره ولی خب مثلا حدس و گمانه مثلا. آره ولی میگن همچی چیزایی هست. بریم شروع کنیم. حالا میونه قبل کلومت من شنیدم که جاستین بیبرم. بله اجازه بده صحبت میکنیم راجبش. بخش جاستین بیبر رو بیشتر راجبش صحبت کن. خیلی لوسی. ببین این پی دی دی اصلا رپر بوده دیگه. اینو میدونستی؟ من اسمشو نشنیده بودم حقیقت. آره منم نمیشناختمش اصلا. بعد اینو میگیرم به خاطر قاچاق انسان و مواد مخدر و خیلی کارا کرده. صافت کاری کرده. بعد وقتی که میگیرنش میریزن خونهش 1000 تا بطری عرق رو اونو احتیاجی ندارن اصلا. روغن بچه پیدا میکنن. روغن بچه؟ روغن بچه دارک شد نه؟ فهمیدی؟ آها استفادهش مثل صابون گلنار خودمونه. حرکات برای حالا اینو ولش کن ولی مثلا یه سری مدارکم از بگو این وسیله های جنسی پیدا کردن. آها. و متوجه شدن که مهمونی هایی که این پی دی دی می گرفته مهمونی های خیلی معروفی بوده و خواننده ها و اصلا بازیگرهای معروف هم می رفتن. کیالو بده بینم. لئوناردو دی کاپریو کارداشیان ها کانیا وست. خیلی ها خب اسم پارتیشونم فریکاف سفه کنم. فهمیدن که تو اون پارتی ها از یه تایمی به بعد پارتی اصلا مدلش تغییر میکنه و اصلا شروع میکنم به استفاده از مواد مخدره. همه رو میمالم. آره بعد رابطه جنسی تجاوزی و اینا صورت میگیره. دیکاپریام اون وسط. آره بچه. از دیکاپریو توقع نداشتم. خیلی بچه بازی و اینا اصلا خیلی اتفاقای بدی تو اون مهمونی ها میفته. پدوفیلیسم من اینا نمیشستم. همشون این کارو میکردن یعنی همشون داستانش رابطه جنسی و بچه‌ها بود. هیچ مشخص نیست. خب ولی مثلا همین لئوناردو رو میگن که مثلا نفر اول لیست مهمونا بوده. بعد عکس و فیلم بوده. آره که مثلا یعنی مهمونی شروع نشده این جلو در بوده. آره چقدر اون اول بوده بچه من کو. آره یه سری لوازم فیلم برداری و یه سری فیلم و ویدیوهایی میبینن که مثلا از یه سری آدم بوده که ازشون موقع حالا اتفاقای بعدی که داشته برشون میافتاده یا تجاوز یا هر چیز دیگه یا مواد زدن ازشون فیلم میگرفتن و تهدیدشون میکردن. خب پس مدرک هست دیگه. چرا پس
تمام نمیشه ماجرا، مدرک دیگه مهمتر از فیلم. آره ولی بازم میگن این هنوز ثابت نشده دقیقاً. بعد تازه یه چیز دیگه بهت بگم، اصلا میگن که این اون تو هم نمیمونه، انقدر آدم گنده ایه، میاد بیرون. آه. الان همه توه. چی برمیگرده به روال عادی. الان توه. آره الان من فقط هم پی دی دی دیگه. آره فعلا پی دی دی. حالا به بیانسه و اینا هم میرسیم. حالا رسیدیم به اون قسمتی که گفتم فیلم و اینا برای تهدید و اینکه مثلا استفاده میکردم برای اینکه مثلا طرف نره با یکی چه اتفاقایی میفته تو این مهمونی ها. فیلمشو دارن دادودش میکنن، چقدر اینا به شرفن، عجب کسافتی روشو. بعد چند سال این کارو میکردن ها، فکر کنم مثلا 20 ساله دارن این کارو میکنن دیگه. الان آره مثلا خیلی ساله دارن. از دیکاپریو اصلا توقع نداشتم، از جاستین بیبر چرا. حالا رسیدیم دقیقا به جاستین بیبر. جاستین بیبر از 15 سالگی میره مثلا تحت اذانات پی دی دی. خب پی دی دی میگه من به عنوان رپر میخوام ازش حمایت کنم. اون فیلم چی بود؟ سن پترزبورگ. گفت آقایون ایشون از این به بعد تحت حمایت منه تو زندان. آره شیریم شیریم بچه ها جایدن متاسفانه سطح طنز محمد خیلی داره میاد پایین. سطح درک تو اومده پایین عزیزم. ایزم واقعا خیلی زشته. طنزام هی داره عمیق‌تر میشه و درک تو داره کمتر میشه. همین الان ندیدی چی گفت؟ آقا خیلی مثال قشنگی زدم. بچه ها لطفا بگید سطح طنز من داره میاد پایین یا سطح درک تنین توی کامنت ها. بچه ها هوایی ما رو داشته باشین. این در کامنت سیکشن. آره جاستین میبرو میسپارم به پی دی دی. نگو چه بلاهایی سرش نمیاره، چقدر بهش مواد و اینا میدن. بعد اصلا یه دوره خیلی سختی داشته جاستین بیبر دیگه، اون دوره‌ای که سفیدم بوده دیگه، سفید حالا دیگه بابا اونا به این چیزا فکر نمیکردن که یه مقدار شخصیت رو اجازه بده داشته باشی تو. شخصیت داشتن چه مشکلی داری واقعا. خب پس جاستین بیبر هم اعتقاد جاستین بیبر پس قربانی بوده چیز آره، نبوده. آره بعدها گفتم به خاطر همین جاستین بیبر اعلام کرده بود که میخوام از بیلی آیلیش حمایت کنم، حمایت چیزی یا مثلا برادرانه و اینا. به چشم خواری مثلا. نه 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 خب. مثلا حواسش هست که سمت این بچه کسی نره. آها آها چرا؟ همه به خاطر اینکه این بلا سرش میاد دیگه. همه هم میفهمم جاستین بیبر حالش بده و افسرده است. الان فهمیدن که خب به خاطر این موضوع بوده. آها یعنی یه دوره این افسردگی رو داشته. آره، الان فهمیدن ای بابا پی دی دی مثل اینکه بله. دقیقاً از جاستین بیبر هم همون شکلی تهدیدش میکردن و اذیتش میکردن. پس الان پی دی دی که رفته زیر اخیه، ولی میگن با این همه فیلم و مدرکی که اومده میاد بیرون. ببین چقدر گنده است یارو. همون منظورم از میگن تو بودی کافی شاپ مکه. آره ولی خیلی ترسناکه ها. در چه صورتی حاضری قبول کنی که مثلا بری تو مهمونی پی دی دی؟ در صورتی مثلا که مثلا میدونی یه تئوری هست که هم میگن که خواننده ها قبول میکردن که این اتفاق برشون میفته در صورتی که یه موقعیت خیلی خوب بهشون میدادن، معروف میشدن. آره مثلا تهیه کننده مثلا آلبوم یه خواننده یه هم میشده پی دی دی. آها. مثلا فکر کن به تو هم یه چیزی میداده، مثلا در چه صورتی میرفتی توی اون مهمونی و سکن ساین دیگه. ما هم که نمیدونیم کی دیده. به من چی میداده؟ یعنی باید شهرت رو به دست می آوردم ولی شرف از دست می رفت. آره احتمالا دیگه. ببین هر چیزی ممکنه اتفاق بیفت. اصلا ممکنه تو یادت نیاد که تو اون مثلا دو روزی که اونجا بودی چه اتفاقی افتاده. اینقدر اوضاع خرابه. آره در چه صورت بگو دیگه. نمیرم دیگه، در هیچ صورتی نمیرم. راست میگی. آره. آفرین بابا درد داره. شما معلومه که وای محمد آبرومونو داری میبری. معلومه که صادقی. جاستین بیبر چی کشیده؟ آره حالا این وسط بیانسه و جیزی میان وسط. جیزی شوهرش دیگه، اینو که آره، میدونی. آره، آره، آره. بیانسه و جیزی برای حفظ شهرتشون و قدرتی که توی صنعت موسیقی دارن به خاطر اونا آدم میکشتن. مثلا چند تا خواننده خیلی معروف بودن که یکیشون مایکل جکسون بوده، یکیشون آلیا بوده. مثلا همین آلیا که بهت میگم، ببین همین آلیا همه دارن میگن که اگه زنده میمون جای بیانسر رو میگرفت، جایگاه بیانسر رو میگرفت، انقدر خفن تر بوده. تو پاک
توپاک هم اینا زدن. ای بینو فهمیدن که پیدیدی توی مرگش دست داشته، تیراندازی هم بوده توپاک دیگه. این لیساه، این هم دقیقا یه خانم بوده که کشتنش. همه شون هم تو مایه های بیانسن این خانم و قیافه هاشون. آره ببین یه چیزی که جالبه توی مرگشون، هر کدومشون مثلا آلیا و لیسا و مایکل جکسون روز 25 ماه مردن. آلیا 25 آگست 2001، لیسا 25 اپریل 2002، مایکل جکسون 25 جون 2009. میگن همه اینا توی یه حادثه ای مردن و میگن که مطمئنن بیانسه و جیزی و پیدیدی توش نقش داشتن، به خاطر اینکه میخواستن که بعد همه هم برای دوره اونا بودن، با همه هم در ارتباط بودن، میخواستن که یه وقت بیانسه حسودی نکنه. اصلا همین داستان اینکه تشکر میکنن. آره همه. آره همه تشکر، یعنی از ترس جونشونه تشکر میکنن. آره دیگه دقیقا. آخه تشکر هم نمیکنن، میگن که بیانسه باید این جایزه رو میگرفت. نه دیگه، مثلا میگن که بیانسه راه ما رو باز کرد که ما رسیدیم به اینجا. میدونی مثلا اینجوریه که بیانسه میگه که من جایگاه هم همچنان بالا باشه، شما هم اعلام کنید، کاری باهاتون ندارم. چقدر عجیب. آره پشما مثلا عدل و عدل هزاره خواننده هایی دیگه. آره You are our light and I love you. Beyonce and I started out around the same time and just like all of her fans I fell in love with her. Beyonce, you changed my life. بعد چیزه، قراره مثلا دادگاه اینا تشکیل بشه چیز شه یا اینکه نه؟ حالا نه ببین، برای هیچ کدوم از اینا مدرکی نیست. محکمه پسند. آفرین. به خاطر اینکه یه خواننده دیگه، یه خواننده و ترانه سورا اومد توی تلویزیون توی یه مصاحبه، اسمش چی بود؟ جاگوار رایته. I have three victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. Putting people on planes while they're unconscious, just like Aaliyah got on that plane. بیانسه و جیزی بلا فاصله شکایت کردن، گفتن که همچین چیزی هیچ مدرکی وجود نداره، چرا این حرف رو زدی؟ مجری اون برنامه اومد معذرت خواهی کرد، گفت بر پایه هیچی بوده این قضیه و من معذرت میخوام از مخاطبا. بعد مافیاستا دقیقا به خاطر همین میگن دیگه، میگن که ببین این که بر میگرده تموم میشه اصلا نگارنگا، ولی مردم مثلا خیلی اتفاق عجیبی نیست. خیلی عجیبه، معلومه که خیلی عجیبه. پشمای دنیا ریخته من فکر میکنم. آره دقیقا، این که یه روزی قاتل توپاک و مایکل جکسون و آره اینا پیدا بشه. مایکل جکسون همیشه میگفتن که یا زنده است یا اینکه 100% کشتنش، چون اون آخرها یه سری چیزا فهمید. فکر کن ما توی اون سالهای زندگی میکنیم که مرگ مایکل جکسون تقریبا مشخص شده. آره معلوم میشه داستانش چی الان بوده. انگاری که مایکل جکسون توپاکو کیا بستن به تیر. بعد اصلا کی فکرشو میکرد که بیانسه مثلا قاطی باشه؟ بیانسه؟ بعد کسایی که توش بودن، عدل همه ی خواننده ها از ترسشون تشکر میکردن دیگه. در واقع بیانسه یه حسود بزرگی بوده دیگه، یه حسود و یه یه به تمام عیار. واقعا ببین میرفته به شوهرش میگفته ببین من اون خوشم نمیاد، میکشیش یا باید من تشکر کنم؟ یا من تشکر کنی یا بکشیدش. آره من نمیدونم. بعد من نمیدونم این بیانسه چی بوده که اینقدر همه حرفش گوش میدادن. ببین یه چیز تو مایه های چیزه دیگه، تو ایران هم ما داریم دیگه. اون یارو که گروه آریانو بدبخت کرد و خیلی خواننده دیگه. کی؟ رجب پور. آهان داری با بیانسه مواجه میکنی. باورم نمیشه، هی دارم فکر میکنم کیو داره میگه. رجب پور دیگه. برو بابا اسم اینا نگیر تو چیز من، پادکست من. آها حالا بعد چند سال یادت تیلور سویفت یه دونه جایزه گرفت، یهو کانیا وست شوهر کیم کارداشیان اومد روی صحنه گفتش که تیلور بهت اجازه میدم حرف بزنی ولی حق بیانسه بود این جایزه. این اصلا ترکید، یادت نیست؟ نه من ندیدم این ویدیو رو. از این ترکید. Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
میگن تیلور جایزه رو برد، تیلور میره جایزه رو بگیره، کانیا وست میره جایزه رو از تیلور میره میکروفون رو میگیره، میگه که اجازه میدم بهت حرف بزنی، ولی قبلش باید بگم که این جایزه حق بیانسه بود. خب حق بیانسه بود، حق سینگل لیدی بیانسه بود. آها شوهرش میگه که حق سینگل لیدی. نه کانیا وست یه خواننده دیگه است. جیزی باورم نمیشه، اصلا نمیفهمم اصلا. این بیانسه و شوهرشه، این جیزیه. آها خب این کانیا وست شوهر کیم کارداشیان بوده. متوجه شدم. کیم کار این میره روی صحنه از بیانسه دفاع میکنه، میگه که باید این کار کنه. حالا میگن چرا این کارو کرده؟ به خاطر دفاع از تیلور سویفت و اینکه بیانسه رو دوباره اسمشو برده بالا، لازم نبوده که کسی آره، کسی رو بکشه. جای تیلور سویفت خودش رفته گفته که حق بیانسه بوده، با اون نکشش. من اسم تو آوردم دیگه روی استیج. آره دیگه نمیدونم چجوری به توضیح بدم. ولی آره این اتفاق میفته و الان میفهمن که کانیا وست کار درست رو کرده و دمشگم مردونگی آره، کرده مردونگی کرده. حالا یه رپر دیگه به اسم جی کول چند سال پیش آهنگی میخونه که مربوط به توی آهنگش راجع به مایکل جکسون و آلیا و این خواننده هایی که یهویی توی یه حادثه عجیب فوت شدن حرف میزنه و میگه که مثلا مشکوکه و اینا، و هی میگه که شینوز شینوز مال اینه. آره حالا میدونی اون شینوز چیه؟ میگه شی اسم جیزی شان بوده، منظورش اونه، نوزم فامیلی بیانسه بوده. به خاطر همین این یعنی داره به ما میگه که شینوز بیانسه و جیزی کار اینا بوده. آه. مرگ این خواننده ها و الان تمام این اتفاقایی که قبلا افتاده داره چیده میشه کنار داره هم دونه این دونه. پازل چیده میشه و مثلا مدرک تصویری اینجوری که حالا اصلا مردم همین که تشکر و اینا پیدا شده، ولی مدرک درستایی پیدا نشده. همه منتظرن ببینن که چه بلایی سر این اتفاق یهو بزنه، یهو نصف خواننده ها برن زندان. بعد اصلا ببین یه چیزی بهت بگم، یه سری از خواننده ها وقتی پی دی دی رو گرفتن از آمریکا رفتن، پیچیدن به بازی. آره یکیشون که اسمشو نمیدونم اومده کانادا، بعد دیکاپریو توی تعطیلات با دوست دخترش هنوز برنگشته مثلا. و اینکه اصلا دیگه اصلا معلوم نیست یهو میان میگیرنشون. ببین اینا چششون ترسیده احتمالا، چیدن به بازی اون موقعی که جاستین بیبر. آره بابا جاستین بیبر بعد جاستین بیبر بعد بعد قربانی بوده در منم همینو میگم، میگم موقعی که با جاستین بیبر آره سگن پره. آره خیلی موضوع عجیبی بود و اگه یهو بگن که چرا خوب بازگندش در اومد، یعنی همیشه آره. سر به مهر نمون. میدونی الان یه تئوری راجع به مرگ مایکل جکسون و چند تا خان توپاک و اینا هست که ممکنه که درست باشه. یه متهم پیدا شد حالا بالاخره. چه متهمایی هم پیدا شد؟ خراب خان بیانسه. خلاصه که بیانسه و جیزی و پی دی دی تمام تلاششون رو میکردن که خواننده ها و آدم های معروف رو بگیرن تو دستشون کنترل کنن، بعدم که اونور هر کاری دلشون خواسته فعالیت های جنایی خودشون رو ادامه میدن. مافیا دیگه، مافیا. نمیدونیم ما پشت پرده رو هیچ وقت نمیدونیم چه خبره. خودم هم باز نمیفهمه، یعنی کار کیه؟ کار خودشونه. نکنه بیان سراغ ما. ترسم میشه. بعدم میتونی به ما چی میگن؟ میگن که مثلا توی آره ما دم دستشونیم، ما زیاد دور نیستیم، یه شعر رو ور بگیم یا مالا سرمو بعد شیطان پرستی و اینا بگید، بعد ما رو مجبور میکنم، بعد تو رو گرو گم میگم. برو بابا تو کی هستی گرو؟ خب بچه ها رسیدیم به قسمت برگریزان که تخصص منه. برو بریم چیکار داری برامون؟ چیزهای عجیبی بهتون میگم که واقعا شگفت زده میشید. بگو دیگه. راجب چی؟ راجب یه قانون عجیب تو کشور تایلنده. فکر میکنی چیه؟ اصلا نمیتونم بگم. تنین تو میدونستی روسپیگری و
درآمد از این کار تو تایلند غیر قانونیه. رسوفیگری یعنی چی؟ یعنی اینکه تنفروشی. قانونیه یا غیر قانونیه؟ غیر قانونیه. مگه جاهای دیگه قانونیه؟ نه، ولی واسط عجیب نیست که تو تایلند غیر قانونیه. آه راست میگی. پس چجوریه؟ ببین میدونی چجوریه؟ اینجوریه که مثلا تو ایران ماهواره غیر قانونیه ولی همه دارن. آخه اینقدر واضح؟ آره دیگه. فیلمایی که از تایلند مثلا هست و دیدین؟ تبدیل اون قسمت خیلی آره. مثلا چیپ و مزخرفش مثلا اینقدر واضح نمیشه که غیر آره. قانونی باشه. پاتایا پاکت کاملا غیر قانونیه ولی کاملا اینجوریه معلومه. که دیگه را میایم باهاتون دیگه اوکی دیگه. یه حالت اقتصادی قوی پیدا کرده، یعنی آره بخشی از اقتصاد و بخشی از اقتصاد چیز کشور رو دوش خانوماست، نمیتونن کلن کنسلش کنن. ریخ برگاتون آیا؟ آره بابا مگه میشه؟ قانون بعدی فکر میکنی مال کدوم کشوره؟ اه رفتیم یه کشور. بله بله بگو بینی. ما بین کشور رو سفر میکنیم و قانونهای مختلف رو بهتون میگیم. کاش مال خود تایلند رو چند تاش میکرد. نه نه تایلند فقط اون عجیب بود. خب بگو. این قانون خیلی عجیب تره، مال کشور سوئیسه. خب مهد دموکراسی میگی؟ بله. خوکچه هندی دیدی؟ آره من داشتم. آره آره این حیوان خوکچه هندی توی سوئیس اگه یه دونه خوکچه هندی داشته باشی کار غیر قانونی کردی، حتما باید دوتا داشته باشی. چرا؟ برای اینکه روحیشون آسیب نبینه. خوکچه هندی ها آره آسیب پذیرن، یعنی خیلی روحیشون میگن آسیب پذیره. خوکچه هندی ها قانون دارن که خوکچه هندی نباید تنها باشه. بچه ها دلشون خوشه ها. محمد یه سال برای ولنتاین برای من خوکچه هندی قهوه‌ای خرید و من مجبور شدم که بفروشمش به خاطر اینکه هیچ حسی بهش نداشتم. اونم همینطور هیچ حسی به من نداشتش. البته من یه دونه خوکچه هندی داشتم سالها پیش، اسمش چی بود بچه؟ جیمی. اسمش جیمی بود، اونو خیلی دوست داشتم. بچه تو بغل من فوت شد، خدا رحمت کنه. نه تو بغل من فوت شد چیه؟ تو بغل من مرد. آخه قانونای عجیبه من تموم شد تن اینجا. چی جالب خوکچه هندی رو میگی؟ خیلی اینا رو تنها میذاشتیم که این چه عذابی میدادیشو برو بینی. رسیدیم به بخش آخر. میدونی میخوام چی رو تعریف کنم؟ اتفاق عجیبی که تو هفته یا ماها پیش برامون افتاد. بچه چی ره میخوای تعریف کنی؟ ما خرس دیدیم. وای یا ابوالفضل چقدر ترسناک بود. روز تولد محمد ما رفتیم پاتوقمون دم رودخونه و همونجا اون چیز آبیه رو انداختیم، نشستیم قهوه و ساندویچ میخوردیم، صبحم رفته بودیم. بعد خیلی نشستیم اونجا، چند ساعتی نشستیم اونجا تا زمانی که مثلا مدرسه ها تعطیل شد، بچه ها از مسیر جنگل می رفتن مثلا حالا خونه و اینا. بعد من میشینم که پشتمون، ما لب رودخونه نشسته بودیم دیگه، میشینم که پشتمون مثلا آدم ها و سگاشون میان یا مثلا بچه ها می دوان که صدای برگا میاد. وای یک لحظه جفتمونم تو گوشیمون بودیم، یک لحظه دیدم صدای خشخش پشت سر من کم نمیشه. بچه چرا نمیاد نزدیک؟ چرا نمیره بره دورشه؟ گوشی رو گذاشتم زمین، برگشتم دو قدمی من، یعنی دو قدم اونورتر یه بچه خرس سیاه بود. سیاهه آره. آره و ببین نفسم بند اومد و فقط اولین چیزی که تو ذهنم گفتم این بود که خدا رو شکر بچه است و اونقدر بزرگ نیستش که خیلی بترسیم و اولین بارم بود میدیدیم ما. آره اصلا همینش خیلی ترسناک بود. البته چرا بزرگو دیده بودیم ولی خیلی دور بود. آره نزدیک نبود. انقدر نزدیک اینکه ببینیم داره تو چشامون نگاه میکنه نبود. ولی بچه‌ش هم خیلی بزرگه. آره خیلی بزرگ. یعنی فکر نکنید بچه‌ش مثلا وایسه قدش از شما بیشتر میشه. آره خیلی گنده است. و وقتی دیدم گفتم خدا رو شکر که بچه است. فقط اینجوری برگشتم، من تو ذهنم نمیدونم چی بود، فقط برگشتم گفتم من باید از محمد محافظت کنم چون اولین نفر دیدم.
برگشتم که بگم محمد اینم با من خرسیم با من چش تو چش شد وقتی که من دیدمش، چون من که تکون خوردم این یهو اینجوری شد و فرار کرد. برگشتم گفتم محمد محمد تا برگرده این رفت، یادته؟ آره. تو هم دیدیش اون موقع، تازه تو دیدی. خیلی نزدیک بود واقعا، پشمام ریخت. ببین خیلی خطر نداره ها، خیلی خطرناک نیست، واسه همینم بچه اومد چه اینا میذارن. آره جالبیش این بود خیلی ترسو فرار میکنه. ولی خب من اولین بارم و اولین بارم بود بچه ها، یه ریاکشن عجیب داشتم نسبت به ترس. تا حالا نیده بودم اینجوری به ترسی قشنگ داشتی سکته میکردی. سیگای هست میده رفت آره صدات داشت میلرزید. آره ازت فیلم گرفت. فقط یادم میگفتم محمد درست بالا نمیم، ولی خدا رو شکر جون سالم به در بردیم. و خدا رو شکر زنده اولی بار بود دیگه که انقدر نزدیک بود دیگه، باید عادت کنی دیگه. ایزم ما باید حتما اسپری فلفل اسپری بابا گناه داره خرس. بابا یعنی چی گناه داره؟ میگن اگه خرس قهوه‌ای بیاد سمتتون تموم جرتون میده. آره میگن این خرس سیاها خود کنه برعکس نگم خوبن، اون یکی ها سلیته پاره کنن. آره بچه خیلی اتفاق تجربه عجیبی بود. آره واقعا خیلی تو جایی که انتظار نداری انقدر نزدیک ببینیش. آره بعد یهو برگردی. اصلا فکر نمیکردم اون قسمه اونجا ببینمش. بیشتر بذار از این برنامه برامون تنی جون. آره میزه خاله زنکی هرچی بیشتر این برنامه های تیچت خودمونی هم بیشتر. نمیدونم چیکار کنید دیگه. اگه برنامه رو دوست داشتین حتما لایک کنید. موضوع خاله زنکی خوب دارید بدید ما. آره بدین توی این کامنت ها بدین به ما. و اینکه اگه چیزی از این موضوع دستگیرتون شد به ما هم بگید، به ما هم بگید تو کامنت ها. اگه چیزی هم جا انداختم تو کامنت ها بگید. و از همه مهمتر یادتون باشه که من خیلی دوستتون دارم. خدافظ. زنده باشید. وقتی دلت شکست تنها و بیادب شب برسه میزنی از هر کدوم طرف روزای خوب تو